داره به شکل لایف پخش میشه و یه عده دارن از روی فیسبوک دنبال میکنن. اگر اجازه بدین من با معرفی شما و آقای فرهادی تور رو شروع میکنم. برنامه رو شروع میکنم به انگلیسی و بعد که توضیحاتمون تموم شد اجرای اول رو داشته باشیم و بعد من اگر میشه لطف کنین راجع به همون آهنگ توضیح بدین، من اون آهنگ رو باید همونجا ترجمه بکنم و بعد از اون توضیحاتی که راجع به موسیقی کرمانجی هست من ازتون میپرسم و ترجمه هاش رو توی پیج میذارم. بعد از هر آهنگ چند تا سوال میپرسم و خب دوستانم اگر سوالی داشتن میتونن بپرسن. Okay guys, I'm tending to speak more English today. We have more people joining us as well, and we have the live going from Facebook. Mr. Hassan Zadeh and Mr. Fahadi are our two guests today. Mr. Hassan Zadeh is one of the most popular and one of the most important local singers of Kurmanji music. Mr. Hassan Zadeh has lots of work in both internationally and inside Iran, and he's busy for singing and also playing and working on Kurmanji music, and he is a music teacher as well. Mr. Fahad is the other guest we have today. Mr. Fahad is a researcher in the field of Kurmanji music. He has written a book, and he's playing dotar, which is an Iranian traditional instrument as well. That is an introduction of our guest players. We have Mr. Hassan Zadeh worked a lot to make this thing happening. They are doing the performance from Qucha, which is a town an hour drive from Mashhad in north eastern part of Khorasan, and one of the main Kurmanji living people in the country. What we do, we start our virtual music night with a performance first, and after the first performance we start talking about the music, and feel free if you have any questions. What are you gonna do apart from my own mobile and Mr. Hassan's other mobile? We turn off the other people microphone. Feel free to turn on your microphones if you had a question or comment in between. آقای حسن زاده منتظر اولین اجراتون هستیم. یه مقداری اون سازتون مشخص نیست، یه مقداری اگه میشه اون دوربینتون رو بچرخونیم به پایین. مشخص، خب خیلی عالی. منتظر اولین اجراتون هستیم. اسم اولین اجراتون چی بود؟ خدمت شما عرض کنم که یه آواز کردی کرمانجی میخونیم به نام، به قول معروف به لهجه کرمانجی میشه هنگه بلند، و بعد اون یه آهنگ اصیل به نام پریجان میخونیم که حالا توضیحاتی رو اگه لازم بود استاد فرهادی راجع به بیوگرافی توضیحات چیز آهنگ برای شما پیشینه آهنگ توضیح میده که به هر حال پژوهش کردن تو این زمینه. بسیار عالی، منتظر اجراتون هستیم. The first two songs are Nana Khanum and Parijan, both in Kurmanji Kurdish, and after that we will explain about them later after the performance. Okay, شروع کن. Oh,
بسیار عالی. این آهنگ اول بود یا دوم؟ این قطعه اول اسمش بود پریجان. توی سرحدات شیروان به روایتی اواخر قاجار تا اوایل دوران پهلوی یه دختری بوده به نام پری از کردهای ایل کاویانلو یا کاوانلو که خوانین اون زمان عاشقش میشن. چند تا از خوانین اینم دختر زیبایی بوده عاشقش میشن و این دختر دو تا روایت هست که به روایتی این بعد از اینکه
جنگ میشه بر سر پری و این خوانین میزنن همدیگر رو میکشن، به روایت این پناه میبره به یک بوستایی در مرز ترکمنستان. اونجا به روایتی میگن که خودش با خنجر خودش رو کشته، به روایت دیگه میگن همون شب زلزله اومد و این خونه خراب شد بر سرش و پری اونجا میمیره. این آوازی که در واقع مونده از پری جان اشعار فولکلور داره که به روایت‌های مختلف مردمی که توی منطقه شمال خراسان بودن در سوگ پری و عشقی که اینها نسبت به پری داشتن و خود پری هم درگیر یک پسری بوده که عاشقش بوده، در وصف عشق اینا این اشعار رو سرودن و در سالهای اخیر دوباره این شعرها سعی شده که دوباره بروزتر بشه و به روایت‌های دیگه و به لحن‌های دیگه در واقع باز تنظیم بشه. این آهنگ که ما خدمتتون اجرا کردیم. اوکی، به اجازه بدین که من ترجمه بکنم. This first song, the name was پری جان. پری is the name of a girl, a Kurmanji girl who apparently used to live around 100 years ago, around the time of the end of Pahlavi, Qajar time or start of Pahlavi's. Pahlavi's been in love with another guy and he got to escape to the border of modern Iran and Turkmenistan. As the local feudal of the area, the guys that we call them Khan, had a bit of interest in Pari, and she didn't want to accept that relationship. While Pari was away and hiding himself, she passed away. And this is the traditional thing out of that old love story that in the modern time, it's composed again by Mr. Farhadi. But, اگر اشکال نداره الان اجرای دوم هم بکنید، انجام بدین و بعدش شروع میکنیم راجع به موسیقی کرمانجی صحبت کردن. Now we're gonna have our second play and after that we're gonna talk about Kurmanji culture and Kurmanji music. Okay, شروع کنیم. Chal jaa, 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 chal jaa
خیلی عالی بود. دستتون درد نکنه. Thanks from Mr. Hassan Zada and Mr. Farhadi for these great performances, the first two plays of the day. Our friends keep joining us. We have 10 people in the meeting room now and people following from Facebook. So before getting back to Mr. Hassan Zada, I need to explain about Kurmanji people in Khorasan. Khorasan is the northeastern state of the country, and Kurmanji people are a part of Kurdish people who are living in the very northern part of this state. In the footage of a beautiful mountain range that we call it Hazar Masjid, literal translation of Thousand Mosques. We're gonna share some photos and video clip from Hazar Masjid Mountains, as it's a really beautiful part of the country. And that will give you some good sense of the landscape that Kurmanji people live. But later on the night, now we want Mr. Hassan Zada and Mr. Farhadi to explain about this song. And after that, talk a little bit about Kurmanji people. خیلی ممنون آقای حسن‌زاده و آقای فرهادی از اجراتون. ببخشید که من مجبورم به دو زبون صحبت بکنم امشب. اگر میشه لطف کنید راجع این آهنگ دوم یه توضیح بدین و بعدش هم امقدر راجع به قوم کرمانج و کردهایی که تو خراسان زندگی میکنن، کی شده که این اقوام به خراسان اومدن و به چه علت اومدن، توضیحاتتون رو شروع بکنین تا بعد ادامه برنامه داشته باشیم. من توضیحات به زبان انگلیسی تو چت باکس میذارم. اوکی، while Mr. Hassan Zada is explaining, I already had the explanation and translated them. So I will copy the translation in the chat box. خیلی خوب، منتظر هست. پیش از هر چیزی راجع به این قطعه‌ای که الان اجرا شد، در محتواهای ترانه و آوازهای کرمانجی شمال خراسان محتواهای مختلفی رو ما داریم که غالبا محتواهای حماسی هستن. بعضا ما محتواهایی رو داریم که در حق کسی داره دعا میکنه و خیلی از محتوامون به این صورت ساخته شده. در این آهنگ ما محتوایی داریم به نام نفرین، یعنی در اون دسته میتونیم اینو دسته‌بندی کنیم و بذاریم این آهنگ رو، که در واقع یه دختر و پسر که عاشق همدیگه شدن. معمولا جدایی بین عاشق و معشوق‌ها وقتی میافتاده در زمان‌های گذشته، دختر رو به اجبار به کس دیگه میدادن که دوستش نداشته و به یه نفر به ناچار میدادن. معمولا پسر چون زورش نمیرسیده به خانواده پدر و اینکه بتونه بره یار خودش رو برداره و بیاره باش زندگی بکنه، در اینجا داره پسر نفرین میکنه و آرزوی مرگ میکنه برای پدر و مادر دختر، که دختر بتونه آزاد باشه و با این به راحتی بتونن زندگی بکنن. این یه کلیتی از این آهنگ هست به نام حوالی آرامل و ازن به عنوان کلات هم این رو میشناسن. اما اگر اجازه بدین من این تیکر ترجمه بکنم. من توضیحاتتون گذاشتم، توضیحات از قبل. اوکی، this was the explanation.
You're muted. Thanks, Rahman. Sylvia, for telling. Yeah. This song is actually a kind of a praying, but not a really happy praying. It's kind of a curse of a lover. So in the older times, when a man and woman fall in love, in the case that the family were against that relation, usually the boys couldn't have done anything, or the boys or the girls couldn't have done anything. So the girls should have been happy with whatever the family were told her to do, to whom they marry, which used to be a very sad thing among the Kormanji tribe. So the story of this music is about wishing that all the problems and the bad from the family goes away, and the boy and the girl can get together and marry. That was the story of this song. And now Mr. Hasanzadeh and Mr. Fahadi want to explain about Kurdish people in Northern Khorasan and what happened that the Kurdish people migrated from the very western side of Iran to the very northeastern part of Iran. I already put the description of the first section in the chat box. For those who are following from Facebook, I will comment the explanation in Facebook as well. And yes, Mr. آقای فرهادی لطف کنید بفهم. ادامه بدم. در مورد همین آقای من. بفرمایید آقای فرهادی. در مورد حضور کردها در واقع کردهای شاخه کرمانج در خراسان، ما باید پیش از هر چیزی برگردیم به حرکت اقوام آریایی به فلات ایران که در اون دوره در سراسر ایران و همین منطقه شمال خراسان هم چند قبیله‌ای حضور داشتن، همچنان که تیمور لنگ وقتی که حرکت میکنه میاد به شمال خراسان اطراف شهر قوچان امروزی میرسه، یادی کرده از کردهایی که اینجا حضور داشتن به صورت قبیله‌های خیلی کم. اما همچنان که مستحضر هستید، پس از دوران اسلامی مرزهای شمال خراسان اون استحکام سابق رو نداشتن. اون قدرتی که در دوران باستان توی یونان باستان بوده، توی روم باستان بوده، در این دوران میاد منتقل میشه به سرزمین‌های شرقی و در این بین مرزهای شمال خراسان با توجه به اینکه از مراکز حکومتی معمولا دور بودن خیلی مورد قتل و غارت قرار می گرفتن. این میشه که تا زمانی که صفوی ها به روی کار میان، شروع میکنن یه عده از کرمانج ها رو از منطقه غرب کشور کوچ میدن به شمال خراسان و فلسفه اینها در واقع برای مرزداری از سرزمین ایران عزیزمون بوده که از اون دوران حدود 400 سال این اقوام با وفاداری کامل دارن از مرز. من آقای حسن زده اگر میشه آن میوت کنین، من اشتباها میوت کردم شما رو. آقای حسن زده اگر صدای منو میشنوید لوس کنین. بله ببخشید، عذر میخوام. اگر میشه از اون جایی که مرزداری میکردن رو توضیحش لطف دوباره بفرمایید. عرض کردم که در واقع حضور کردها در خراسان صرفا برای حفاظت و حراست از مرزهای شمال خراسان بوده که بفهمین من میوت کردم. بفهمین. آره، از زمانی که در اینجا حضور دارن کردها، مرزدارهای زیادی رو مثل سردار وسفان، مثل ججوفان و دیگر مرزدارانی که اینجا برای خاک ایران جونشون رو از دست دادن و باعث شده که در این 400 سال این مرزها مستحکم بمونه و بیگانگان نتونن به راحتی وارد کشورمون بشن. پس فلسفه کرد رو در واقع ما میتونیم بگیم مرزداری و دفاع از خاک ایران و شمال خراسان بوده به طور کلی.
Okay, everyone. Some people joined us from the middle of the explanation. I already put the translation in the chat box. The first question was about why Kurdish people from western part of the country migrated to the northeastern part of country. سال بعدی که ما داریم چرا فرهنگ و موسیقی کرمانشا تغییر کرده به نسبت بقیه کردهایی که تو غرب ایران و ترکیه و سوریه هستند. Our next question is about the reason why Kurmanji people in northeastern Khorasan has a distinct culture, music and rituals comparing to lots of other Kurdish people who live in the western side of the country. بفهمید. عرضم به حضورتون که ببینید مدت 400 سال هست که کرمانشاه در خراسان دارن زندگی میکنن و یه امر بدیهی است که در یک منطقه جغرافیایی جدید و این دوره تاریخی که گذشته مؤلفه های فرهنگی خاص خودشون رو داشته باشن. زبان تقریبا حفظ شده هست. لباسی که حالا به رنگ قرمز بعضن یا به رنگ سفید هست برگرفته از در واقع منطقه شرق ترکیه در سیم اونجا چون کردها اصولا از کردهایی که به خراسان منتقل شدن غالبا شیعه بودن و این آیین رقص کردی خراسان رو میتونیم ما اینو ریشه هاش رو در سماع منطقه در سیم جستجو بکنیم که حالا اینا با خودشون آوردن اینجا در مدت این 400 سال این رو با توجه به فرهنگ و جغرافیای خودشون و وضعیتی که در گذر زمان براشون گذشته توی جنگ ها و بقیه اتفاقات رقص رو براش ریتمایی در نظر گرفتن و گسترده ترش کردن توی منطقه همچنان که توی لباس این اتفاق افتاده. این دو مؤلفه طبیعیه که در گذر زمان دچار تغییر بشه و بومی سازی بشه در منطقه خراسان. یه لحظه شون یه توضیحات اضافه دادین من ترجمه کنم. Okay, Mr. Farhadi gave some more explanation. I translate the part that I missed in the text. Kurmanji people are originated from an area in modern Turkey with the name of Dersim. A big part of the costume and also dance originated from that area. The whole style of the costume is the same, but the color of the costume gradually changed, reflecting the new environment they've been living to red. Kurmanji people used to be Shiites people on those area, and they used to follow a certain Sufism and spiritual practices. So that is where the local dances come from. So the local dances are originating from the spiritual dances or sama in Persian. And over the time, because they've been caught into war and defending the borders, they gradually changed the rhythms to make it more suitable for war and war practices and war ceremonies. بله بفرمایید. در مورد موسیقی هم خب طبیعتاً اوایل که کرمانشاه اومدن به خراسان موسیقی خاص خودشون رو توی همون شعرهای هجایی داشتن و سازی که ما اینجا الان داریم به عنوان دوتار این ساز رو میشناسیم یه ساز ایرانی هست که غالباً در خراسان این ساز مرسوم‌تر بوده بیشتر مورد استفاده قرار می‌گرفته. درسته که در بیشتر مناطق ایران وقتی که ما می‌گردیم ریشه های از تنبور مازندران، تنبور کرمانشاه، تنبور خراسان جاهای مختلف ما پیدا می‌کنیم و حتی در همون مناطق شرق غرب کشور هم این مسئله وجود داره. با این وجود این دو تار رو ملت کرمانج زمانی که به خراسان اومدن از خراسانی ها از سبک هایی که در منطقه تربت و اینها وجود داره این ساز رو از اونها در واقع گرفتن و اما این ساز با توجه به نغمه هایی که برای خودشون ساختن این ساز رو پرده بندی کردن چون این کاسه لهجه دو تا رو تعیین میکنه که به چه صورتی باشه و مدل پرده بندیش. ما سبک های مختلفی در خراسان داریم، سرحدات شیروان، جنوب شیروان، قوچان، اصفراین، هر جا که سبکی از موسیقی ما هست پرده بندی متفاوت تر شده با توجه به لحن هایی که اونجا وجود داره. این ساز یه ساز ایرانی هست و همه برای خودشون اینو پرده بندی کردن و دارن باهاش
اجرا میکنم. خیلی خب، پس من اینجا باید بازی کوچولو توضیح بدم. The main instruments that Kurmanji people playing are dotar. I will put more information about the other things as well. Kurdish, they have their own tambur or version of dotar. But the interesting thing, when Kurmanji people came to Khorasan, they got the dotar, which was popular in Khorasan, in the region of Torbat-e-Jam. And after that, they adopted the instrument to the local language and rhythms, which is a very interesting thing. Bale. حالا اگر اجازه بدین اجراهای بعدی رو داشته باشیم و بعدش برگردیم به توضیحات. فقط قبل از اینکه شما اجرا بکنین، اگر اجازه بدین من یک ویدیو از کوههای هزار مسجد بذارم، از طبیعت زیبای هزار مسجد، و بعد اجرای سوم رو داشته باشیم. Okay, now before we get back to the performances, we have more explanation about Kurmanji culture and music later on the day. But before we have the other plays, I want to take you to Hazar Masjid Mountains. Hazar Masjid Mountain Range is the mountain range that Kurmanji people live in, and it has a really amazing nature, especially during the springtime. So this, and I should say, Hazar Masjid is a bit of remote area. So it is not a place that would be accessible to lots of Iranian themselves. So it's not a place that every Iranian get to visit. This area is very famous for its wild pine trees and the beauty in the spring. What I'm gonna do, I will share a short video. And on this short video, you can see a few photos and the background Kurmanji music about the landscape of the area. And I should say, these mountains, they used to be like a wall. They used to be like a barrier to protect inside Iran from the pressure of the central tribe, Central Asian tribes, mainly Uzbek tribes. I will let you enjoy this beat. And after that, we will continue our performance. دلاوی تج آوه اولنگ مخمل کلاوه دلاوی تج آوه اولنگ مخمل کلاوه و سر خاله بگره چیا بوید باوه شیلان جی گل لایه سرشان جی چاو گل لایه شیلان جی گل لایه سرشان جی چاو گل لایه جلوت به تخوال جور میه مجه بزایه بهار الو بهار بهار هاتیه جنیان بهار الو بهار بهار هاتیه جنیان دنگ کریه میان بجه قیاله چیان دنگ کریه میان بجه قیاله چیان Okay, that was a short video to give you some sense of the nature and landscape in Hazar Masjid, the area that Kurmanji people living. And now we are going to have our third play, and after that we will continue our talks and information about Kurmanji music and culture. خیلی خوب، آقای حسن زاده و آقای فرهادی سوم اجرا رو بریم. Yeah,
خیلی عالی، خیلی زیبا بود. اگر میشه لطف کنین راجع به این اجرا توضیح بدین. It was a really great performance. Now we want Mr. Farhadi to explain about this play and after that we will continue our music night. بفهمید. همچنان که مشخصه در دوران پهلوی اول دو تا عاشق و معشوق بودن که اینها خب به هر حال بزرگاشون اجازه نمیدادن که اینا به هم برسن. به روایتی و اینا وقتی که با هم فرار میکنن و به سمت مرآب تپه اینا میرن یا به سمت جلگه مانه، روایت ها مختلفه. اونجا که میرن خیشان ننه خانم اسم دختر بوده میرن دنبالش و اونجا میگن که اینا عبدالعلی که به حساب پسر بوده به دختر میگه که تو بیا بگو این منو دزدیده، چون اگر خانوادت بفهمن که تو با من فرار کردی ممکنه تو هم آسیب ببینی، تو بگو این منو دزدیده، بذار فقط من اینجا جنگ بکنم و کشته بشم. و این در واقع جانفشانی میکنه. به روایتی هم توی اشعارمون داریم که میگن که اینو دزدیدن، عبدالعلی اینو دزدید و امنیه ها در واقع نیروهای دولتی رفتن و ننه خانمو برگردوندن آوردن. این دو روایت هر دو مونده که در کتاب ترانه و آوازهای کردی شمال خراسان من هر دو روایتش هم آوردم. خیلی عالی. Okay, it was another love song and the story was again about two lovers who escaped from the village despite the what the family were thinking, and after that the family were chasing them, and when they get caught and when the family wanted to oppose to what they see, because apparently the that
kind of escaping together as a matter of love used to be a taboo on the old days. The guy will mention that he already is, he it's him who is responsible for that situation. And he actually hijacked the girl to sacrifice himself for what would have been happened. This is where this story, this music come from. And Mr. Fahadi already did a fair bit of research on this song and mentioned the detailed story in his book. بفرمایید. الان ما قبل از اینکه بخوایم اجرای بعدی رو داشته باشیم کاری که میخوایم بکنیم یه مقدار اگر میشه راجع به موسیقی فولکلور خراسان که چه عنصرهایی داره و اینکه چه کسانی هستن که موسیقی های کردی رو میزنن مثل بخشی ها عاشقا و بقیه و اینکه لحن ها و دستگاه ها چی هن تو موسیقی خراسان و سر تکامل موسیقی خراسان و فلسفه چیه و همچنین یه مقدارم راجع به رقص کرمانجی توضیح بدین ممنون میشم. Now our question is about folk music in Kormanji, Khorasan Kormanji people. What are the instruments that been using, and what are the whole school systems, composition, and different methods that we have in Khorasan music? And also, Mr. Farhadi want to explain about Kormanji dance as well a bit more. What are you gonna do? Are you gonna put the translation in the chat box and comment it in Facebook? Befahami. در مورد سیر تکامل رقص و در واقع موسیقی توی بحث‌های قبلیمون من اشاراتی کردم، نمیخوام چون بحث خیلی دراز بشه همزونا میتونیم داشته باشیم توی بحث قبلیمون، یعنی در ادامه بحثمون راجع به لحن‌های موسیقی شمال خراسان شما پرسیدید. غالبا لحن‌های ما دشتی و شور هستن، بعضا خیلی کم ماهور، بعضا سگاه، این هم توی لحنهای ما یافت میشه، ولی به طور کلی شور و دشتی به خصوص دشتی مسلط هستن به بقیه لحنها. در مورد کسانی که اجرا کننده ها در واقع نمایندگان موسیقی شمال خراسان کرمانجی، ما در دسته اول دنگبش یا لولوچی داریم که اینها سازی رو نمی نوازن، روایتگر روایت ها و داستان های فولکلور هستن که اینا خودشون در شعرهای هجایی رو درست میکنن بر اساس اتفاقاتی که توی منطقه افتاده. در واقع شاعر هم هستن، شعرهایی که اینا میخونن شعر هجاییه، نه وزن نه مشخصی داره و در واقع فقط قافیه داره. یه چیزی من میخوام مثال بزنم براتون، مثل شعرهایی که نیما میسرود به اون صورت. ما الان دنگبش یا لولوچی در خراسان نداریم به خاطر اینکه ما مؤلفه اصلی لولوچی بودن خالق بودن یک قطعه و آهنگ است، ما راوی هستیم، در واقع اون قطعاتی که قبلا ساخته شده اونها رو داریم روایت میکنیم. همچنان که در زمینه بخشی ها همین مسئله وجود داره که کسایی که الان به عنوان بخشی شناخته میشن به طور کلی روایتگر هستن، این اشعار فولکلور رو فقط دارن حفظ میکنن. در شاخه بعدی ما لوتی هایی داشتیم که در مناطق میگشتن با اصحاب دایره که اونها رو حتی روایتگرهاش هم الان ما نداریم. شاخه بعدی ما بهش بلیروان میگیم که نی می نواختن. نی اینها هم نی چهاربند بوده که در واقع یکونی اکتاف داشته با اصحاب نی ایرانی، یه خورده اکتافش متفاوت بوده. و این چند گروه در واقع عاشق ها هم در واقع مؤلفه اصلی موسیقی شمال خراسان بر پایه عاشقا هست که اینها هنوز میتونیم بگیم که قدرت سابق خودشون رو نسبت به سایر گروه ها حفظ کردن و به صورت گروهی در مجالس شادی شرکت میکنن که محتواهای سازهای اینها خب و موسیقی که دارن اجرا میکنن بسیار گسترده هستش. موسیقی شمال خراسان به لحاظ محتوایی 27 محتوا داره که این رو هم من در کتاب موسیقی شمال خراسان آوردم. غالبا موسیقی ما حماسی، عاشقانه، موسیقی هایی هست که مربوط به عروسی ها هست، یعنی خود موسیقی عروسی خودش 4 بخش داره
موسیقی نفرین، موسیقی کودک، دعا، موسیقی هایی هست که لالایی هست که برای کودکان خونده میشه یا برای قهرمانانی که کشته شدن، لحن ها و در واقع محتواهایی هست که خصوصا برای موسیقی شوانی در واقع ما میگیم همون شوانی یا چوپانی، این هم باز قسمت های مختلف خودشو داره. به طور کلی موسیقی شمال خراسان بخش کرمانجی موسیقی فولکلور هست، یعنی اون چیزی که ساخته شده توسط مردم، غالبا این قطعات ساخته شده و به دست هنرمندان و موسیقین ها رسیده، اینا رو تونستن حفظ بکنن، گسترش بدن یا بر اساس اینها قطعات دیگه رو مشابه با اینا بسازن تا امروز که به دست ما رسیده. خیلی عالی بود، دستتون درد نکنه. Okay everyone, we had amazing information about Kurmanji music. I already put the comment, the translation in the script, in the chat box. Mr. Fahadi gave a little bit of more information comparing to my script. A little bit of more information about the five different groups of people who used to perform music. It should be said that the only active groups that you can find them a lot in nowadays among Kurmanji musicians are Ashik groups. If you have a look at those commentary, explain about different groups of musician, and the rest of the people are either gone, so we lost the lyrics or rhythms, or we have a group that being called Bakhshi, but they are not creative anymore. Whereas the original Bakhshis, they used to be creative musician and song players. That was the information about Kurmanji music. We're gonna have our last play. And after that, I will share a video about local Kurmanji dance. And after that, we have the question and answer part. خیلی ممنون آقای حسن‌زاده، آقای فرهادی. اگر میشه اجرای آخرم داشته باشیم. بعد از اجرای آخر من یه ویدیو راجع به رقص کرمانجی پخش میکنم. بعد سوال و پرسش و پاسخ داریم. Kante ko shahole tino e falam na wairu
خیلی عالی بود. خیلی به دل من که خیلی نشست، مخصوصا این آخری همش خیلی خوب بود. اگه میشه لطف کنین راجع به این کار آخر هم یه توضیحی بدین و بعدش یه کلیپی راجع به رقص کرمانجی من پخش میکنم. به لحاظ محتوایی این قطعه اسمش دلتنگی هست، دلتنگه. به لحاظ محتوایی جز محتواهایی هست که در واقع در سالهای اخیر ساخته شده، بیشتر تو محتواهای شاد و گوند ما قرار میگیره. بحث هایی هست در این آهنگ که از اتفاقات و چیزهایی که در گذشته، اون رسم و رسومی که در گذشته وجود داشته و متاسفانه توی زندگی ماشینی امروز وجود نداره، اون سادگی و رفاقت ها نیست. این آهنگ نمیشه گفت مثل بقیه آهنگ های ما به طور کلی شاید میشه از 90% قطعاتی که اجرا میکنیم شناسنامه دار هست، روایت داره، فلسفه داره که من تو قطعات قبلی خدمتتون عرض کردم. این قطعه قطعی هست که در سالهای اخیر ساخته و پرداخته شده با شعر جدیدی که تقریبا شعر امروزی میشه گفت هست و به این صورت بود که من روایتش رو خدمتتون عرض کردم. خیلی عالی، دستتون درد نکنه. This last play was a little bit of more recent composition. It's categorized under the happy and rhythmic Kurmanji music. The story is about how the modern life, how living in the big city, had an influence for us to forget lots of the good things about the Syrian life, living a simple but kind life. The lyrics were reflecting the modern life, and it's been a bit of more recent job, and pretty much the production from the local artist nowadays. خیلی عالی بود، دستتون درد نکنه. اگر توضیح هست بفرمایید، وگرنه من یه ویدیو از رقص محلی کرمانجی پخش میکنم و بعدش میریم بحث پرسش پاسخ. بفرمایید. ما توضیح نداریم. Okay, Kurmanji people, they have a great music and dance, but they are also very famous for the amazing wedding ceremonies. They had a little bit of popularity in that matter, and when even the people from other cities, the neighboring areas, they love to attend the Kurmanji weddings. It has quite a bit of famousness and popularity. What I'm gonna do now, I will share a video of one of these wedding ceremonies where the Kurmanji people dancing the local dance. I let you enjoy this video, and after that we will it will be two videos. I will share a bit from both, and after that we will continue our question and answer part. Thanks for being with us so far, and now I want to share you the last video about Kurmanji dance, which is taken in a Kurmanji wedding ceremony. I let you enjoy this. Hey!
Okay, that was the dance, the first dance performance, quick and sweet one. I taken that from Mr. Hassan Zadeh before. Now I want to show you the second play, which is another example of Kormanji dance. On these performances also you can see how the local musicians are playing for these local dances. I'll let you enjoy this second one as well, and after that we will go back to the meeting room for our question and answer part. Let's enjoy this bit. Okay, that was the second music that we had for tonight. On the play, you could have seen two other local Kurmanji instruments as well that are more popular in less formal plays. Now we have our question and answer part.
given that we have some Iranians, if you want to ask in Persian, I have to translate. So it would be a bit easier if you could ask a question in English, and for other people, I will translate your questions as well. آقای حسنزاده آقای فرهادی بخش سوال و جوابه. Now everyone, if you like, you can turn on your cameras as we don't have any performance. So bandwidth won't be any issue anymore. If there's any questions, please ask. And if you are following on Facebook and if you have questions, please comment your questions. Any question, comment? It's interesting to hear the music and learn about the traditions of Kurdish Iranians, because I have a Kurdish Iranian friend from Tehran, but she doesn't know all the different languages that you mentioned in the chat. So it's interesting. It's a new experience. I traveled through Iran in April 2019, and yeah. We also went to the northwestern part, but not really to the Kurdish region. We went to Alamut Valley and to Rasht and to Qazvin, in that part. Okay, that's great. آقای حسن زده سیلویا از بروکسل بلژیک هستن با ما. ایشون خاطر به اشتراک گذاشتن از سفرشون به ایران و اینکه دوست کردی که دارن که خیلی براشون جالب بوده که این توضیحات که دادین و ما تو چت باکس هم گذاشتیم راجع به فرهنگ های مختلف کردی و کرمانجی. Just a bit of explanation, Sylvia. Kormanjis are a big group of Kurdish people in northwest, but Khorasan Kormanji, they live in the northeast. So they are the group of those people on the west that migrated to the east a few centuries ago, and they develop a new culture, which is a bit of fusion culture from their new environment. That's great that you have some good memories from your visit in Iran. That you very good memories, especially of the Iranians. They're wonderful people. Is the Kurmanji language or the other languages, the Kurdish languages, very different from Farsi? آقای حسن زاده سیلویا میپرسه که زبان کرمانجی و بقیه زبان کردی خیلی با فارسی متفاوتن یا چطوری هستن؟ آقای فرهادی بله، ببینید زبان کردی خودش 5 تا شاخه بزرگ داره که کرمانجی شاخه اصلیش هست. ما معیارهایی که توی زبان کردی داریم مثل معیار ارگاتیویتی، یعنی همون مذکر و مؤنث بودن، اصلا توی زبان فارسی وجود نداره. توی زبان کردی ما 12 تا ضمیر داریم، توی فارسی 6 تا ضمیر داریم. به طور کلی 2 تا زبان کاملا جدای از هم هستن. فارسی لهجه های خودش رو داره و کردی لهجه های متفاوت‌تر و به لحاظ لغات، هم لغات چیز کلمات، یعنی در واقع کردی بیشتر هستش و همین که به لحاظ دستوری توی رنکینگ زبان‌های دنیا همیشه در 12 پله زبان کردی کرمانجی از فارسی بالاتر قرار گرفته. ها، این رنکینگ منظورتون از سختی و دشواری یا منظورتون چی هست؟ به لحاظ محاوره، به لحاظ قدرت کلماتی که هست، تعداد واژگان، به لحاظ دستوری که به حساب به چه صورتی، حالا اونو بحث های زبان شناسی هست، ما خیلی من شخصا نمیتونم واردش بشم. همین بحث مذکر و مؤنث بودن که در واقع توی زبان فارسی وجود نداره، یکی از اون مؤلفه ها هستش که در واقع باز جدایی و یعنی زیر مجموعه های زیادی که این زبان به خصوص کرمانجی، الان ما روستا به روستا با توجه به ایلاتی که وجود دارن لهجه ها متفاوت میشه. شاید ما بخوایم همه این ایلات رو حساب کنیم 500 تا لهجه توی زیر مجموعه خود کرمانجی وجود داشته باشه. آها، خیلی گسترده. بسیار عالی. سیلویا، Kurmanji Kurdish language is totally, it's a very different language with Persian.
Some of the main differences is that in Kurmanji we have a much wider spectrum of the words for different things, and also the grammar is a bit more complicated. For example, we have feminine and masculine, whereas in modern Persian we don't have such a thing, or the grammar structure is much more complex. Also, the Kormanji accents, the accents among the Kurdish speakers or Kormanji speakers are very diverse comparing to Persian. Apparently, the Persian accents are much more unified, even though they have much more speakers, but the accent and dialects are much more unified comparing to Kurdish and Kormanji. That was a great question and explanation. Is there any other question or any more comment? I'm ashamed to say that about 40 years ago, I studied Farsi for a year. And I felt at the time that the grammar is not really that complicated, but I haven't used it in all those years, or very rarely, and I only remember a few expressions. So when I went to Iran, I was very ashamed that I couldn't even read the numbers anymore. So I would like to study again, but it's a question of time and priorities. And I'd like to spend a few months in Iran to really study the language well, because I like it much better than the Arabic language. And no, I think it's beautiful. And I have a record of Iranian music from different parts of Iran, and I enjoy listening to it. Yeah, interesting. آقای حسنزاده، آقای فرهادی، سیلویا میگن که خیلی سال پیش وقتی که جوان‌تر بودن یک سال فارسی رو یاد گرفتن و همیشه تعجب میکردن که گرامر فارسی چقدر ساده است به نسبت خیلی از زبان‌های دیگه. ولی خب الان که ایران بودن بعد از سال‌ها برای سفر، هیچ از اون فارسی یادشون نمیاد و خب به نظرشون، ولی خب در کل فارسی و احتمالا کردی خیلی زبان‌های شیرین‌تریه از خیلی از زبان‌های دیگه. خانواده هستن در نهایت، چون زبان‌های هند و اروپایی از منطقه خود هند ما در نظر بگیم تا مراکز اروپا، اینا چون ریشه مشترک دارن، کلمات و واژه‌های بسیار نزدیک و حتی در این سال‌ها هست که هنوز تغییر کلی هم توش ایجاد نشده و همشون هم زبان‌های شیرینی هست. ما هم به فارسی صحبت می‌کنیم، هم به کردی صحبت می‌کنیم، انگلیسی هم دوست داریم و متوجه می‌شید را حدودی همه زبان‌ها از نظر ما قابل احترام و شیرین هستن. Sylvia, Mr. Fahadi, happy from your comments, and wanted to add that Persian and Kurdish, they are both from the same family language in the Iranian languages, and there are lots of commonality among them as well. It was very good to know all these memories and comments. Is there any more question or any more comment about Kurmanji music? من یه پرسش دارم. بفهمی. با درود به همگی. اسم من امیره. من از یک پیشینه کرد میام که هنوز هم فامیل هم در کردستان هستن، در سقز و دیواندره و سنندج و کرمانشاه. سفرهای زیادی داشتم به خاطر اینکه با فامیل هم در ارتباط بودم، با فرهنگ کردی آشنا. البته از نظر علمی نه، ولی باهاشون نزدیک بودم و اینها، و همچنین با موسیقی و همچنین با مود. پرسش که من دارم اینه که در این چند دهه‌ای که من با کردها در تماس بودم و موسیقیشون رو پیگیری کردم، نمی‌بینم که این موسیقی به شکل روشمند گسترش پیدا کرده باشه. بیشتر تکرار، یا حداقل به گوش من اینجوری میاد که تکرار اون چیزهایی بوده که هست، شاید کم و بیش یک دگرگونی‌هایی رخ داده. پرسش من اینه که چه کارهایی الان در کشور داره رخ میده که این رو، این موسیقی رو بست بده. همچنین مودش، البته مود به شما، به کار شما نمیخوره، ولی مود لباس به ویژه، مثلا مود لباس خانم ها در کردستان خودش یک صنعت بزرگی بود تا اونجایی که من یادم، ولی همونجا مونده و این بست و گسترش پیدا نکرد. حالا در زمینه موسیقی شما بفهمید که چه بفرمایید در زمینه موسیقی چه
کارهای اکنون در حال انجامه که باعث بست این موسیقی بشه. امین جان اگر اجازه بدی من اول سوالتون رو ترجمه بکنم به انگلیسی بعد آقای حسن زاده آقای فرهادی جواب بدن. Amir asked a question. Apparently, he's from Kurdish background and has quite a good familiarity with Kurdish culture, music, and dance and culture. He commented that based on his knowledge, to the best of his knowledge, Kurdish artists, they are pretty much following the older plays and older works. And there is not much of creativity or renewing and adopting the music to the modern and recent thing. And you can see the same trend in fashion and lots of the things. So Amir's question from Mr. Hassanzadeh and Farhadi was that, what do they think? What kind of creativity they had? And how do they think that they can make Kurdish music to be a bit more innovative, rather than just simply following the old plays and the old rhythms? بفرمایید آقای حسن صدای فرهادی. آقای فرهادی. ببینید موسیقی ما الان دوران خوبی رو پشت سر نمیذاره. حالا ما در خراسان چون موسیقی ایرانی هم آقای حسن زاده کار می‌فهم خود من و من توی موسیقی نواحی ایران هم پژوهش‌های زیادی داشتم. یه موزلی که الان وجود داره و در گذشته وجود نداشته این بوده که قدیم یه کسی خواننده بود می اومد حمایت میشد، کسی که صدا واقعا داشت می اومد، آهنگساز در اختیارش قرار میدادن، ترانه‌سرا در اختیارش قرار میدادن و این خواننده می اومد از فیلترهای مختلفی عبور میکرد تا معرفی میشد به جامعه و یه خواننده بود که وقتی کسی اون بالا بود تو رادیو اگه میخون، تو تلویزیون اگه میخون، مشخص بود که خواننده خوبی هست که داره میخونه، فیلترها رو گذرونده. ولی الان به اون صورت نیست. توی شهرهای کوچیکی که الان ما داریم زندگی میکنیم، هر شهر کوچیکی استدیوهای مختلفی داره و غالبا کسایی که میرن توی اینا میخونن از هر 100 نفرشون شاید 5 نفرشون موزیسین باشن، بقیه کسایی هستن که به صورت دلی مثلا تو خونه احساس کردن صدای خوبی دارن، یه پولی میدن به استدیو، استدیو هم خونگیه برای اینکه یک درآمدی رو کسب بکنه، خب میاد برای این آهنگسازی میکنه، نه آهنگ مناسبی ساخته میشه همه تکراری و نه ترانه خوبی وجود داره و نه صدای خوبی وجود داره که ما الان چون اصلا نه صدایی به صورت ذاتی صدای خوبی هست و نه این رو اومدن تربیتش کردن. میدونیم خیلی شلوغ بلوغ شده کارها، یعنی همه چی در هم گره خورده. اگه دو نفر خواننده خوب هم بخوانیم وسط آوازی بخونن، نمیتونن با این بازاری که مثلا همچین خواننده هایی وجود آوردن، کلیپ هایی که دارن درست میکنن اینا، هرچند آهنگاشون تاریخ مصرف های خیلی کوتاهی هم داره، شخصا قادر به رقابت نیستن. الان کاری که عرض کردم به طور کلی در گذشته انجام میشد به اون صورت بود و الان داره به این صورت انجام میشه و این یه آسیب خیلی بزرگیه که روز به روز داره رنگ و لعاب موسیقی ایرانی، چه در موسیقی خود فارسیمون، موسیقی ایرانیمون، چه در موسیقی نواحی ما، میبینیم که روز به روز داره تغییر پیدا میکنه و کار خاصی هم من نمیتونم بگم که انجام میشه. اگه من نوعی، آقای حسنزاده نوعی، از جیب خودمون هزینه کردیم یه کار فاخر تونستیم که تولید بکنیم، اون کار میمونه. یا سرمایه گذاری اومد ما یه آلبومی رو درست بکنیم که فاخر باشه این کار بمونه. در غیر این صورت بیشتر موسیقی الان، چه در موسیقی ایرانی چه در موسیقی نواحی ما، به سمت پاپ داره حرکت میکنه که متاسفانه آینده خوبی من شخصا نمیبینم برای این قضیه که به بنبست نمیسیم. امین جان اگر وانش نیحال یا ادامه سال دارین بذار من ترجمه بکنم. اول Mr. Farhadi was explaining about the situation of the music in general in Iran, including folk and classic Persian music, that I think it's a bit similar to lots of other parts. It might be a bit more severe in Iranian case, that nowadays most of the works are based on pop performances. There are not much of the great artists with great talent or the musical voice to be in the market or to get
to get enough support, and that is like a barrier for more creativity. However, there are some people who had some money, but maybe with not much of the talent, and they keep offering some pop style music work, something like as a consumable music, and something that cannot last or being really, really innovative. And that is quite a bit of a problem in Iranian art and culture nowadays. Amirjan, ادامه سوالتون یا اگر کامنتی دارین راجع به این جواب ممنون میشم بشنوم. نه خیلی ممنون. نه همین چیزی بود که انتظارش داشتم. خیلی اندوکینه که این چیزها پشتیبانی نمیشه. دشوارم هست که برای هنرمندها جمع‌آوری پول بکنم. از کسایی که پشتیبانی میکنن کم هستن و خیلی اندوهباره که این چیزها داره کم رنگ میشه و از بین میره. خب هنوز نرفته ولی امیدواریم که روزی دوباره زنده بشه. به هر حال همین برنامه که ما الان داریم و الان لاوی که آقای حسن زاده آقای فرهادی لطف کردن و به رایگان وقتشون در اختیار ما گذاشتن و هم که شما از بخش مختلف دنیا ملحق شدین به این اجرا یک گامی برای کمک به این مسئله. Effie is waiting for her question. I was explaining that nowadays maybe not all the folk musician has proper support, but even these lives and all of you coming to this life and listening to folk music from all around the world, and Mr. Hassan Zad and Farhadi generously gave this time to us on the off day in Iran, that can be also a little bit of a step to make folk music progressing. Just a quick question. Sorry. Sylvia, if you wait, Effie is in the queue, if it is okay. Yes, and after I just want to ask, where are you based? Are you in Belgium? No, I'm based in Melbourne. I am based in Melbourne. Mr. Hassan Zade is based in Iran, and people are joined to us from all around the world. Wow, great. That's why it's 10 a.m. in Belgium, because we need to have a base. That's right, yes. And after this play, after we had the recording, it's quite a bit of people from United States that will watch the play. The timing wasn't suitable for them, so it's late in the night. So after we finish the recordings, it will be people from the United States who will be watching. With Australia, it's difficult. I just wanted to say, I really enjoyed the Musical Instruments Museum in Isfahan because it's so well done. They have instruments from all over the world and they play little videos so that you can hear the different instruments that some people have never seen before. Yes, yes, yes. That's good. Wonderful museum. Yeah, Effie, you are the next person. Please ask a question. سلام به همگی شما و آقای حسنزاده و آقای فرهادی. خواستم ازتون تشکر ویژه کنم. سوال خاصی ندارم. میخواستم بگم که من اصالتاً کرمانج هستم، ولی شهرستان شیروان، و الان حدود 10 ساله که از ایران خارج شدم. امشب با این اجرای خیلی زیبا واقعا به گذشته ها رفتم و خاطرات خیلی قشنگی برام زنده شد. همشهری من هستید شما؟ جان همشهری من هستید؟ منم شیروانی هستم. آقای فرهادی شیروانن، بنده پوچان. چه خوب. دستیارها رو میشناسید شما؟ بله، از دوستان من هستن. بله، من هم از فامیلای دستیارها هستم. عموم هستن آقای ابراهیم دستیار. بله، از هنرمندان خیلی خوب ما. بله، خواهش میکنم. دستتون درد نکنه، واقعا لذت بردم. و امیدوارم که همیشه موفق باشید. Okay, yeah, thank you, Effie John, for your nice words. And for everyone who are not familiar with us, my name is Bahman. We are based in Melbourne and we are doing virtual tours of Iran and we are doing different cultural programs to introduce Iranian culture to the rest of the world. We try to take this pandemic situation and people be more prone to go online as an opportunity to introduce Iranian culture to the rest of the parts in the world. Is there any other question? What time do you have in Melbourne? It's 9 p.m.
Well, I have a Belgian friend with whom I traveled in Iran, and he would have liked to participate, but he's a professor of French, and so he's not able. But this can, time is very bad for him because he's teaching now. Yeah, but he can watch the recordings. Everyone, I'm sure that lots of you already know about my groups. I have a group in Facebook that you can watch the recordings from there. Also, you can watch the recordings from YouTube channel. I left the address of the Facebook group and YouTube channel here. Feel free to join to my Facebook page. If you have any questions or if any of your friends couldn't have made the live, they're more than welcome to watch the recordings. And if they have any question, comments, they can simply message us. And I either answer myself or I get back to Mr. Hassan Zadeh. And we'll ask and we'll get back to you. Please follow us on our Facebook page. Is there any more question? No. خیلی ممنون. آقای حسن زاده، آقای فرهاد، کار دیگه هست که برای سورپرایز بکنیم و اون کار آخر یا یه قطعه ما اجرا میکنیم باهاتون خداحافظی میکنیم. Okay. So Mr. Hassan Zadeh and Mr. Farhadi, it turns out that Effie is kind of distinct relatives or acquaintance with Mr. Farhadi, which is great. And now we have a goodbye song to make an end of this live tonight. Befahme. آقیاره من دل تو نه از دمیشه
خیلی عالی بود، دستتون درد نکنه، بسیار اجرای خوب و زیبایی بود. Thanks from everyone for joining us. I'm really enjoying this performance myself and also your presence, and thanks for your nice comments and questions. We are about to finish the live. This live will be on our YouTube channel pretty soon, and also we was having this live going on from Facebook as well. If you want to get back to this music, if you have any questions, thanks Sylvia, you can message us on Facebook or email. Please don't forget to follow us on our Facebook page and subscribe on YouTube as well. In a couple of weeks, we have another live and program. We will offer it in different timing, Sylvia. That won't be something late, early in the morning Europe time anymore. And that is about Nowruz. So on that live, we will show Nowruz. What are the traditions? If it could be on a Saturday or Sunday, because my friend can participate as well. Yeah, but yeah, we will do that on 20th of March and 21st, the same day as Nowruz. And on that day, we introduce quite a lot about what is the philosophy and history of Nowruz. And we will travel all around the countries that's celebrating Nowruz, from Central Asia to Caucasus region, Iran and other parts. Thanks everyone for joining. خیلی ممنون آقای حسنزاده و آقای فرهادی از اینکه هنرتون در اختیار ما گذاشتین و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. Thanks everyone and hope to see you in the future lives. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. Bye.